امروز فقط اومدم بهتون بگم که 100 تایی شدیم و از تک تکتون تشکر میکنم. میدونیم که یوتیوب به اندازه اینستاگرام توی ایران طرفدار نداره و پیج اینستاگرام من یا پیج خیلی کوچیک و خودمونی هست و حدود 1500 نفر اونجا هستیم. از این 1500 نفر هم حد اکثر 400 نفرشون فالوور فعال هستن. اینو از روی بازدید استوری ها میگم، افرادی که یعنی همیشه استوری ها رو نگاه میکنن ماکسیموم 400 نفره. کپشن ها هم که معمولا بیشتر از 100 تا لایک نمیخوره، یعنی من خیلی خوشبینانه گفتم که 400 نفر فالوور فعال من دارم و از این 400 نفر خب من 100 تا سابسکرایبر توی یوتیوب گرفتم. دوستانی که توی یوتیوب سابسکرایبر های 5000 تایی 6000 تایی دارن توی اینستاگرامشون بعضیاشون حتی 100000 تا 200000 تا فالوور دارن. خب این نشون میده که فالوورهای من خیلی با معرفت ترن. البته خب از این 100 نفر همه 100 نفر از اینستاگرام نیومدن، من آمار دقیق ندارم. حدود فکر کنم 70-75 نفر از بچه های اینستاگرام هستن. یه سری هم که بر من کامنت گذاشتن اول یوتیوب من رو پیدا کردن بعد اومدن اینستاگرام رو فالو کردن، ولی میگم اکثر بچه ها لطف داشتم به من، از اینستاگرام اومدم با تمام سختی هایی که وارد شدم به یوتیوب در ایران داره. دوستانی که منو میشناسن میدونن که من چقدر به قدر شناسی و تشکر کردن اهمیت میدم، یعنی هر کار کوچیکی که یه نفر برای ما میکنه ارزشمنده و ما باید تشکر بکنیم. برای همین فکر کردم که باید حتما این ویدیو رو بسازم، خصوصا که کلی کامنت خوب برام میذارین، کلی ایده بهم میدین، ایرادهامو میگین، نقد میکنین، خیلی دلسوزانه دوست دارین که این کانال رشد بکنه، بهتر بشه و من تا اونجایی که بتونم تمام این موارد رو به خاطر میسپرم و رعایت میکنم. خیلی از دوستان نظرات درست و منطقی درباره این کانال دارن، مثلا درباره کیفیت صدا یا حتی همین تولید محتوا نظر داشتن که خب یه مقدار جنبه فان اگه داشته باشه خسته کننده نیست. اما دوستان یه توضیح بذارین من درباره این موضوع بدم. اولی که خب موضوع کانال من سرگرمی نیست، این کانال کانال سرگرمی نیست و من فکر میکنم که شبکه‌های اجتماعی فارسی زبان به اندازه کافی فان و سرگرمی و جوک و اینجور چیزا داشته باشه، یعنی کسی که مخاطب کانال من هست خیلی نمیتونه توقع سرگرم شدن اینجا داشته باشه. من دارم سعی میکنم مواردی رو اینجا بیان کنم که شاید 10 سال 15 سال برای یه مهاجر زمان میبره که خودش بخواد یاد بگیره و متوجه این موضوع هستم که خب میتونه خسته کننده باشه، ولی خب به شکل یه کلاس درس بهش نگاه بکنیم. من معلم نیستم، خیلی بلد نیستم که کلاس اونجور دستم بگیرم که محیطش خسته کننده نشه، فان باشه و دانش آموزا خوابشون نبره. از این بابت عذرخواهی میکنم، ولی دارم تمام تلاشمو میکنم مواردی رو بگم که ممکنه برای یه مهاجر سالها طول بکشه که خودش یاد بگیره و بعضی وقتا بهای سنگینی باید براش بده. یعنی این مواردی که میگم اگه به دقت گوش کنین، حتی موارد حقوقی هست که اگه با حق و حقوقتون آشنا نباشه میتونین به مشکل بخورین. مورد دیگه مثلا درباره صدا صحبت کرده بودم. بله من قبول دارم که صدای ویدیوهام کیفیتش اونقدری خوب نیست،
من یکی از کارهام عکاسیه و خب دوستانی که کار عکاسی و فیلم برداری میکنن میدونن حتی لنز و دوربین عکاسی و فیلم برداری هم متفاوته. حالا نه اینکه با دوربینی که شما میتونی عکس بگیری فیلم نتونی بگیری، چون دقیقا معنا دارم همین کار میکنم، با دوربینی که کار عکاسی میکنم دارم فیلم های یوتیوب همون میگیرم، ولی این دوربینی که من دارم استفاده میکنم، این لنزی که من استفاده میکنم مناسب گرفتن ویدیوهای یوتیوب نیست. من امکانات مناسبش رو ندارم. درباره صدا گذاری که اصلا علمش رو ندارم. خیلی از دوستان به من پیشنهاد میکنم میکروفون خوب بگیر. بحث صدا گذاری فقط داشتن وسایل نیست، حالا نه صدا، حتی همین فیلم برداری دانش هم لازم داره. یعنی من الان برم بهترین میکروفون هم بگیرم اما ندونم چطور باید ازش استفاده بکنم، باور کنید هیچ فایده ای نداره. این ویدیوهایی که شما میبینی خیلی کیفیت صدای خوبی داره، اولا که یه اتاق و اینا اختصاص میدم به کار یوتیوبشون، اون اتاق رو آکوستیک میکنن و کلی هم مطالعه میکنن درباره همین صدا برداری و فیلم برداری. خب معمولا هم این افرادی هستن که شغلشون یوتیوبری، یعنی دارن از این کار به طور تمام وقت کسب درآمد میکنن، یا نه شاید وضع مالیشون خوبه اصلا نیازی به کسب درآمد هم ندارن و یوتیوب براشون سرگرمیه. اما یوتیوب برای من نه جنبه سرگرمی داره نه جنبه کسب درآمد. من فقط این کانال رو برای کمک به دوستان زدم و میدونم که کانالم از نظر کیفیت صدا و تصویر اونقدری خفن نیست، اما خب به بزرگی خودتون ببخشید، برای اینکه من دست تنها هستم، کلی زمان برای من میبره که هر ویدئویی رو میخوام بسازم، چون موضوعاتی دارم بهش میپردازم که سوال شماست. خیلی از این سوالات رو من خودم حتی جوابش رو نمیدونم، مجبورم وقت بذارم، روزها و حتی یه هفته میرم درباره سرچ میکنم. بعد خب بعد از این مطالعه‌ای که داشتم یه مختصر نویسی بکنم بیام دوباره به فارسی بر شما بگم، نمیتونم. یعنی الان هم وقت هزینه کنم هم پول هزینه کنم برای اینکه این کانال دقیقا یه کانالی بشه مثل کانالی که حالا مثلا 50,000 تا یا 100,000 تا سابسکرایب داره. ولی خیلی خوشحالم که توقعتون از من انقدر زیاده که دوست دارین کانال من دقیقا مثل این کانال ها باشه. تشکر میکنم بابت همه نظراتتون. یعنی این صحبتی که الان من کردم انتقاد به کامنت های این چنینی نیست، دارم علتش رو بهتون میگم که چرا نمیتونم بیشتر از این پیش برم. حالا شاید یه روزی این کانال به درآمدزاییم برسه، که خب برای نروژ یه کانال مهاجرتی خسته کننده مثل کانال من، نهایت شاید این کانال به 5,000-6,000 تا سابسکرایبر برسه، هیچ وقت 200,000 تا مثلا نخواهد شد. برای درآمدزایی خوب در یوتیوب که کسی که در نروژ داره زندگی میکنه و بتونه به درآمد یوتیوب به عنوان یه شغل تمام وقت نگاه بکنه، حداقل 200-250,000 تا سابسکرایبر داشته باشه. اون یوتیوبرهایی که مثلا شما میبینی با 10,000 تا 15,000 تا سابسکرایبر تمام وقت دارن کار میکنن و راضی هستن، یا ایران هستن که خب اون درآمدش برای ایران خیلی عالیه، یا کشورهای اطراف که خب باز هم به نسبت نروژ خیلی ارزونه. وگرنه اگه مثلا شما ساکن اروپا باشین، درآمد کانال‌های کوچیک اصلا در اون اندازه نیست که حتی شما بخواین از همون درآمد یوتیوب برین وسایل بخرین برای کانالتون. میگم خیلی این کار رو میکنن، دارن از این کار لذت میبرن، براشون فانه. حالا شاید اگه روزی دوستان تلاش بیشتری بکنن این کانال رو به اشتراک بذارن، تعداد سابسکرایبر همون بالاتر بره، انگیزه من بیشتر بشه یه کارایی بکنیم، ولی فعلا تا این اندازه که خیلی جمعمون کوچیک و خودمونیه فکر میکنم که کافی باشه. شما هم
نواقص و کاستی هاشو ببخشین، ولی همچنان پیشنهاداتون رو به هم بگین، هر ایرادی که فکر میکنین، بدون صرف هزینه یا زمان برای یادگیری میگم، چون خیلی از این ایرادهایی که گرفتین یا من باید برم هزینه کنم وسیله بخرم، یا بعدش مجبورم آموزش ببینم، که خب من دارم تمام وقت کار میکنم برای من که یه شغل دیگه ای دارم، حالا خیلی راحت نیستش که بخوام برم یه کورسایی هم بردارم که مثلا بخوام درباره صدا برداری یاد بگیرم، فعلا این کار برام راحت نیست. این هم از ویدئوی 100 تایی شدنمون. باز هم ازتون تشکر میکنم، مرسی تا پایان ویدئو همراه هم بودین و خوش آمد میگم به دوستانی که تازه به جمعمون پیوستن و شاید همین الان تعداد سابسکرایبرها بیشتر از 100 تا شده باشه.